جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا چهارشنبه در جمع خبرنگاران رؤوس استراتژی نظامی آمریکا را مطرح کردند. استراتژی جدید نظامی آمریکا کشورهای مانند روسیه و چین را به عنوان متجاوز و تهدید متوجه منافع امنیتی آمریکا ذکر کرده است و همزمان ایران و کره شمالی را در لیست دولت‌هایی که نگرانی جدی آمریکا و متحدانش را موجب شده اند قرار می‌دهد. جنرال دمسی نسبت به چالش‌های رو به افزایش تکنولوژیکی و وخیم شدن ثبات جهانی هشدار داد. از تاریخ انتشار آخرین استراتژی ملی نظامی در 4 سال پیش تا کنون آشفتگی جهانی رو به افزایش گذارده، همزمان که برخی از مزیت‌های نسبی ما رو به فرسایش گذارده است. خبرنگاران در جلسه خبری از وزیر دفاع آمریکا سوال کردند در صورت شکست مذاکرات اتمی با ایران، وضعیت استفاده از گزینه نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران و مؤثر بودن آن را چگونه برآورد می‌کند؟ Basic facts have not changed recently. That is. واقعیت‌های اساسی تغییری نکرده. ما کماکان اهرم‌های اقدام نظامی را در اختیار داریم و به دلیل اینکه پرزیدنت مصمم به بازداری ایران از دستیابی به سلاح اتمی است، از ما خواسته گزینه نظامی را حفظ کنیم. البته وزیر خارجه برای رسیدن به توافق کار می‌کند و ما تحت دستورالعمل باقی هستیم. گزینه نظامی برنامه اتمی ایران را چندین سال به عقب می‌راند، ولی از بازسازی دوباره آن در طول زمان جلوگیری نمی‌کند. جنرال دمسی در توضیح افزود فرضیه نیست که ما از اقدام نظامی تنها یک بار استفاده می کنیم و بعد آن را کنار می گذاریم. گزینه نظامی در جای خود باقی می ماند. جنرال دمسی در این جلسه گفت روسیه مکرر نشان داده که به حق حاکمیت همسایگانش احترام نمی گذارد و حاضر است برای رسیدن به هدفهای خود به زور متوسل شود. در مورد داعش آقای دمسی گفت ما با متحدان برای بازداری و در صورت لزوم شکست دشمنان کار می کنیم و همزمان برای ساختن و رهبری شبکه وسیع علیه داعش کار می کنیم. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.